شاهد برخی تحولات در رابطه با رژیم از سوی جامعه جهانی بودیم، از قبیل توقیف یک نفتکش رژیم و فراخوان سناتورهای آمریکایی به تحریم رژیم و صدور قطعنامه در کنگره آمریکا به منظور جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح‌های هسته‌ای. برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی از آلمان. به شما خوش آمد میگم آقای سیملقایی. مختصات رژیم به لحاظ روابط بین المللی در حال حاضر چطوری هستش و ارزیابی شما تو این رابطه چیست؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی. به شخصه معتقد هستم که این رژیم اهریمنی، یعنی رژیم ولایت فقیه، در حال حاضر جزء منفورترین، متزلزلترین و منزویترین رژیم های جهان امروز ما هستش. از این منظر فقط برای اثبات حرفم کافیه که ما به رویدادهایی که در فقط هفته گذشته به وقوع پیوست مراجعه بکنیم. به طور مثال هفته گذشته روز دوشنبه بود که ما دیدیم اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا به طور هماهنگ اومدن سپاه پاسداران رو، اونم در ابعاد وسیع و مقام‌های ارشد سپاه رو، در لیست تحریم‌های خودشون قرار دادن. به موازات اون شاهد این بودیم که 12 سناتور ایالات متحده تا یه نامه‌ای که به جو بایدن و دولت او نوشته بودن خواستار این شده بودن که مجوزی صادر بکنه که بتونه ایالات متحده کشتی‌های رژیم آخوندی رو که سوخت‌ها رو قاچاق می‌کنن به این برابر دنیا رو مصادره بکنه، اینها رو بتونه در روی آب‌های آزاد بتونه توقیف بکنه. به طور مشخص میتونم از سناتور تد کروز نام ببرم، سناتور مارکو روبیو و سناتور لینسی گراهام اشخاصی بودند که این نامه رو امضا کرده بودند و همچنین این نامه دو حزبی بود، نامه‌ای بودش که آقای ریچارد بلومنتال و سناتور ارنس این رو تنظیم کرده بودن و برای دولت بایدن این رو فرستاده بودن. در ادامه هم داشتیم که یک تعدادی از سناتورها در کنگره اقدام به این کردن که دارن طرحی رو، لوایحی رو دارن تنظیم میکنن که از طریق این لوایح بتونن هر گونه در حقیقت مذاکرات اتمی از طریق آمریکا و رژیم رو به هر شکلی که شده این روزنه ها رو ببندن و در حقیقت امید آخر هم دولت بایدن و هم رژیم ولایت فقیه رو نقطه پایان بهش بذارن. اما دیر نگذشت که روز جمعه خبرگزاری رویتر خبر از این داد که یک کشتی که از مقصد کویت به مقصد تگزاس در حال حرکت بوده، این کشتی با پرچم جزایر مارشال هم حرکت میکرده، توسط نیروی تروریستی سپاه در دریای عمان توقیف شده و خیلی کوتاه بعد از اون اعلام کردن که گویا چند روز قبل از این ایالات متحده کشتی از جمهوری اسلامی رو که به سمت چین سوخت می برد رو توقیف کردن و در حقیقت این در جواب اون حرکت بوده. اما همه ما به خوبی می دونیم، تجربه ما ثابت کرده این کشتی هایی که از طریق ایالات متحده توقیف میشه تا به امروز به گواه سناتورهای آمریکایی 228 میلیون دلار از سرمایه مردم ایران بوده که مصادره شده. اما آخوندها نهایتاً کاری که میتونن بکنن گویا 28 خدمه هندی بودن در این کشتی که توقیف کردن، اینا رو براشون احتمالا مثل ملوانای انگلیسی میبرن و یکی دست کچلوار نو براشون هم میخرن و با سلام و صلوات هم میفرستنشون برن. این مجموعه رفتار، این مجموعه رویدادها به ما یک چیز رو آدرس میده، اینکه رژیم ایران امروز در منزوی ترین نقطه خودشه و بسیار بسیار منفور شده در سطح جامعه بین‌المللی. بله آقای سیملقایی، اینجور که از توضیحات شما من متوجه شدم، یعنی رژیم به لحاظ
روابط بین المللی الان توی بحرانی هستش. علت این وضعیت بحرانی و انزوای رژیم چیه؟ میتونیم دلایل بسیاری براش عنوان کنیم، اما به اعتقاد من، به باور من، مهمترین دلیلی که وجود داره خیزش مردم ایران. ببینید، ما خیزش مردم ایران از شهریور 1401 تا به امروز که مستمر ادامه هم داشته، این باعث اصلی این قضیه است که رویکرد غرب نسبت به این رژیم منفور را عوض کرده. البته لازمه که اشاره کنم حتما به نقش بسیار بسیار مهم مقاومت ایران برای رسوندن صدای مردم مظلوم ایران به گوش تمامی پارلمانترها و دولت‌های غربی. این بسیار بسیار نقطه مهمی بوده. درسته که بسیاری از رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های فارسی زبان، که همشون بدون استثنا به کشورهای دیگه‌ای وصل هستن، اینها اومدن و در حقیقت یک سانسوری به نام سانسور قرن، حتی اگر میشه اسمشو بذارین، نسبت به فعالیت‌های مقاومت ایران کردن. اما اون ناظران سیاسی، اون آگاهان سیاسی و افرادی که اوضاع و احوال ایران رو مانیتور میکنن، به خوبی خوب میدونن هیچ شبی امکان نداره به سحر در این جغرافیای ایران برسه که جوانان انقلابی و کانونهای شورشی آتشی رو جواب آتش دشخیمان خامنه‌ای نداده باشن و هیچ روزی به غروب نخواهد رسید، مثل همین اول برنامه شما که اعلام کردی، که سر تا سر ایران، تمامی خیابون‌های شهرهای ما غرق در، عرض کنم خدمت شما، اعتراض باشه و مردم به هر نحوی که میتونن در مقابل این رژیم پلید بیستن. بله، دقیقا همینطوره. آقای سیم نقایی، به هر حال رژیم یه دست به یه سری اقداماتی میزنه که خب روابط خودش رو با جهان دچار انزوا میکنه، هزینه خیلی زیادی هم براش داره. چرا رژیم همچنان دست به چنین کارهایی میزنه؟ رژیم، ببینید، بذارید از منظر رژیم نگاه بکنم. آیا مگر راه دیگه ای وجود داره؟ اولا که در ذات این رژیم هستش، ذات این رژیم، ذات یک رژیم در حقیقت فاشیست مذهبی که اهرم‌های تروریست و سرکوب رو داره. این رژیم به غیر از این نمیتونه کار دیگه انجام بده. اما اینجوری بذارید من براتون توضیح بدم. تصور بکنید شخصی کنار رینگ گیر کرده و چپ و راست داره ضربات بسیار بسیار مهمی میخوره از حریف خودش یا حریفان خودش. اینا نه راه پس دارن نه راه پیش دارن. بنابراین تنها کاری که میکنن اینه که سعی میکنن با دست و بیش کردن به یک سری ترفندها، حیله ها، یه مقداری این ضربات رو از شدت و حدتش کم بکنن. بنابراین شروع میکنن به ایجاد بحران هایی که بتونن از بحران های قبلی عبور بکنن. شروع میکنن به دروغ گفتن، به حیله کاری. به عنوان مثال ببینید، باز برمیگردن به همین رویدادهایی که طی همین هفته گذشته رخ داده. اینها شروع کردن به این دبوق و کرنا کردن که ما میخواییم مراحل اولیه تبادل زندانیامون، یعنی اسدالله اسدی، همون دیپلمات تروریستی که قرار بود بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور رو بمبگذاری بکنه و بسیار از ایرانیان رو اونجا در حقیقت با این بمبی که کار میذاره از بین ببره، این رو میخوایم ما آزاد کنیم و با بلژیک این صحبت ها رو کردیم. بلافاصله از طرف دولت بلژیک تکسیبیش اومد و رژیم رو خیلی مفتضحش کرد. یک بار دیگه رژیم اقدام کرد از طریق پاسدار تروریست امیر عبداللهیان که امروزه نقش وزیر امور خارجه رژیم رو داره ایفا میکنه، گفتش که ما 13 ماه پیش وقتی سفر کرده بودیم به بیروت، در بیروت تفاهم نامه ای رو با مقام های آمریکایی امضا کردیم که در این تفاهم نامه توضیحاتی داده شده در رابطه با تبادل. بلافاصله از طریق وزارت خارجه آمریکا سخنگوش بود گویا جواب دادش که نه، اصلا یه همچین چیزی نیست و تکذیب کرد، تلویحا تکذیب کرد، حتی تفاهم نامه ای هم وجود داشته باشه. از طرف دیگه مثلا در مورد کره جنوبی بود، این 7 میلیارد دلاری که در دو بانک کره جنوبی از سال 2018 بلوکه شده به خاطر خروج آمریکا از برجام، اینا ادعا کردن که ما داریم تسهیلاتی رو فراهم می‌کنیم که این پولا برمیگرده به زودی. با
باز هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اومده و اعلام کرد که نه خیلی همچین چیزی نیست و ایران به هیچ وجه در حال حاضر امکان دسترسی به همچین سرمایه‌ای که مال خودش باشه نخواهد داشت. اینها روش‌هایی که رژیم بالاخره استفاده می‌کنه، عرض کردم خدمتتون، که بتونه از با ایجاد بحران‌های بزرگتر از بحران قبلی عبور بکنه، چون هیچ راه حلی برای بحران‌ها به هیچ وجه نداره. بله، پس ما در حقیقت با یک سیاست جهانی در قبال رژیم روبرو هستیم. حالا سوال اینه که به نظر شما این سیاست جهانی در قبال رژیم الان داره چه نقش مسیری رو دنبال می‌کنه؟ به هر حال این سیاست تا الان چه نتایجی داشته و خواست مردم و مقاومت ایران از جامعه جهانی چی الان؟ نقشه مسیر قبل رو اگه بخوام براتون بگم، ببینید اشاره کردم از شهریور 1401 به این ور به طور مشخص میتونیم بگیم که غرب از تعامل، از نقطه تعامل با رژیم مطمئنا دیگه عبور کرده، یعنی یک روی کرد جدیدی نسبت به این رژیم اهریمنی پیدا کرده که بسیار بسیار هم خوبه. اما این روی کردی نیست که کافی باشه، چون ببینید همین روی کرده تعامل با رژیم بوده فرمودید که رژیم رو مجبور به چه اکسان عملی که این رژیم وحشی رو وحشی ترش کرده، نتیجهش این شده که تمامی نیروهای نیابتیش، این رو من نمیگم، اینو آقای کریستوفر ری رئیس اف بی آی همین چند روز پیش در یک جلسه استماع در کنگره آمریکا بود، در مورد مسئله بودجه داشتش صحبت میکرد، این مسئله رو عنوان کرد که رژیم ایران همکنون در حال توطئه علیه نیروهای غربی به خصوص نیروهای آمریکایی هستش، در عراق هستش، در کشورهای دیگه هستش و از اهرم‌های خودش مثل حزب الله، مثل نیروهای نیابتیش در عراق و کشورهای دیگه استفاده میکنه. بنابراین نتیجه این که این رویکرد تعامل یا مماشات بگیم از طرف قبل با رژیم، نتیجهش این شد که این رژیم وحشی تر شد، سرکوب رو در داخل ایران بیشتر کرد و صدور تروریسم رو در خارج از کشور هم گسترش داد. اما خواست مردم ایران و مقاومت ایران، خواست مردم ایران و مقاومت ایران بسیار بسیار روشنه. اگر غرب میخواد که به جامعه ایران ثابت بکنه که روی کردش رو به طور جدی عوض کرده، در اولین قدم میبایستی سپاه پاسداران، این خطرناکترین سازمان تروریستی دنیا رو در لیست تروریستی قرار بده. قدم بعدی میبایستی تمامی سفارتخونه های رژیم، تمامی دفاتر سیاسی رژیم، دفاتر فرهنگی و دفاتر مذهبی که رژیم در سراسر دنیا باز کرده با میلیاردها دلار پول از جیب ملت درمانده ایران اینها دارن خرجش میکنن رو بلافاصله ببنده. میبایستی تمامی دیپلمات تروریستای رژیم، خانواده هاشون، وابستگانشون رو بلافاصله بلادرنگ از کشورهای خودشون خارج بکنن. اما مهمترین نکته اینه که میبایستی هرچه سریعتر مقاومت مشروع مردم ایران رو در مقابل نظام فاشیستی جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسن. میبایستی تنها آلترناتیو دموکراتیکش یعنی شورای ملی مقاومت رو به رسمیت بشناسن تا اینکه مردم ایران بر این باور بیان که غرب در مقابل مردم ایران واقعا یک جدیت خاصی داره مسائلشون رو دنبال میکنه. بله، با تشکر از شما آقای همایون سیمنقایی، تحلیلگر امور سیاسی از آلمان، که برای ما هم از موقعیت رژیم در جامعه جهانی گفتید و هم از خواست مردم و مقامات ایران. با تشکر از شما. خواهش میکنم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.